سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. یه پنجشنبه دیگه است و دوباره میخوایم سری بزنیم به صفحه حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی. با من همراه باشید. خبر اولی که میخوام براتون بگم رو هفته‌های گذشته هم بهش اشاره کردیم، اما امروز اخبار تکمیلی در مورد اون اتفاق منتشر شده که میخوام با شما هم اون رو به اشتراک بذارم. چند هفته پیش گفتیم که یک آقایی به اسم محمود توی اردیبهشت همین سالی که درش هستیم برای یک هفته گم شده بوده. آشناهای محمود به هر دری که زده بودن نتونسته بودن از اون یک اطلاعی پیدا بکنن. یه هفته‌ای داشتن دنبال این بنده خدا میگشتن. اما بالاخره یکی از آشناهای اون میتونه موتور محمود رو زیر پای یک نفری توی خیابون ببینه. موتور رو تعقیب میکنه، راکب موتور رو میگیره و ازش میپرسه که موتور رو از کجا آوردی. راکب موتور هم میگه که من موتور رو از یه آدمی خریدم، آدرس خونه یه طرف رو هم میده و این آشنای محمود دست چند نفر رو میگیره و میرن جلوی در خونه فروشنده موتورسیکلت. در میزنن، میبینن کسی در رو باز نمیکنه، در رو میشکنن، وارد میشن و میبینن که کفشای محمود توی حیاط خونه قرار داره. دیگه مطمئن بودن که گم شدن محمود یه ربطی به این خونه داره. عصبانیتشون بیشتر میشه، میرن توی خونه و یک پدر و پسر معتاد رو میبینن. باهاشون درگیر میشن و تو همین گیرودار یه جسد رو توی باغچه خونه پیدا میکنن که دستش از زیر خاک بیرون بوده. زنگ میزنن، پلیس میاد و این پدر و پسر رو دستگیر میکنه و حالا اخبار تکمیلی در مورد علت و انگیزه قتل منتشر شده. پسری که دستگیر شده اسمش علی، 26 سالشه و به همراه پدر 47 سالش هر دو به کشتن محمود اعتراف میکنن. علی، همون پسر قاتل، میگه که محمود خونه ما رفت آمد داشت. اون به اجناس عتیقه و گرون قیمت علاقه من بود و هر از گاهی میومد از خونه ما یه چیزی میخرید. چند وقت قبل بابام بهم گفتش که محمود شماره مادرم رو ازش گرفته که هماهنگ کنه با یه کمپ ترک اعتیاد و بیان من رو ببرن بخوابونن کمپ. بابام شک کرده بود که محمود به مادر من نظر داره و شماره رو هم با بهونه ترک اعتیاد ازش گرفته. به خاطر همین نقشه کشیدیم که یه درسی به محمود بدیم و ادبش بکنیم. اون روز باهاش قرار گذاشتیم که بیاد خونمون مثل همیشه ازمون جنس بخره و وقتی که اومد بابام بهش حمله کرد. با هم دیگه درگیر و گلاویز شده بودن و من هم رفتم جلو با چاقو از پشت چند تا ضربه به محمود زدم. وقتی که افتاد زمین و دیگه نفس نمی کشید، ما جسدش رو کشیدیم بردیم انداختیمش تو حموم و یه چند روزی تو حموم بود. منتها جسدش داشت دیگه بو می گرفت. با بابام فکرامون ریختیم رو هم دیگه، گفتیم چیکار بکنیم. نفت آوردیم ریختیم روش، آتیشش زدیم، اما انقدر دود کرد که سقف حموم سیاه شده بود. ما گفتیم همسایه ها الان به خاطر دود میریزن تو خونه، به خاطر همون سری خاموشش کردیم. دیگه نمیدونستیم چی کارش بکنیم. رفتیم توی باغچه خونه، یه ذره باغچه رو کندیم و جسدش رو توی خونه دفنش کردیم. باباه هم همین حرفا رو میاد به پلیس میزنه، میگه که من زنم پا به ماه بود، فرستاده بودمش کرمانشاه و یه روزی محمود اومد گفتش که شماره زن تو بده، من میخوام پسرتو بخوابونم کمپ، با اون هماهنگ بکنم و این حرفا. منتها من فکر میکردم که این قصدش از این شماره گرفتن چیز دیگه یه، داره کمپ رفتن پسر منو بهونه میکنه، به خاطر همین بهش مشکوک بودم. با پسرم برنامه ریختیم که ادبش بکنیم، یه درسی بهش بدیم، اما قصدمون کشتن این آدم نه. پرونده‌ای که براتون تعریف کردم تا همینجا پیش رفته، هنوز تحقیقاتش در حال انجام، تازه بازسازی صحنه جرم اتفاق افتاده و هنوز پرونده به دادگاه نرفته. اگر اخبار جدیدی از این پرونده منتشر بشه، دادگاهشون برگزار بشه یا حکمشون اعلام بشه، حتما اون رو هم با شما به اشتراک میذارم. خبر دومی که بهش پرداختیم 9 بهمن 1400 شروع میشه. 9 بهمن ماه صدای شلیک چند تا گلوله از توی یه خونه باغ توی سعادت آباد میاد و همسایه‌ها متوجه صدای گلوله میشن. زنگ میزنن پلیس، پلیس میاد دم در خونه باغ و متوجه میشه که آره، صدای گلوله ها از توی خونه بوده. وقتی که وارد میشن با جسد یک مردی به اسم سپر مواجه میشن و دو نفر دیگر رو هم پیدا میکنن که زخمی شدن، صدرا و شاهین. صدرا و شاهین رو منتقل میکنن به بیمارستان و از شاهین که پرسجو میکنن، شاهین میگه که سپر
به ما گفته بود که این خونه باغ متعلق به مادر بزرگشه که یه مدتی هم هست که خالی افتاده. همینطور که خالی افتاده تبدیل شده به محل پاتوق معتادا. معتادا اونجا رفت آمد میکنن و از ما خواسته بود که یه شب شبونه بریم اونجا، هرچی معتاد هست و بریزیم بیرون. اما وقتی که اون شب رفتیم توی خونه باغ، یه مردی به ما حمله کرد. یه کلت همراهش بود، با کلتش چند تا شلیک کرد، تیر خورد به پای من و صدرا و متوجه شدیم که 4 تا گلوله هم به شکم سپر خورده و افتاده زمین. بعدش دیگه ما کشون کشون خودمون رو آوردیم تا دم در. همسایه‌ها رسیدن، پلیس هم اومد و ما رو منتقل کردن به بیمارستان. صدرا هم حرفای شاهین رو تایید میکنه و همین باعث میشه آدمی که اون شب توی باغ دستگیر شده رو ببرن اداره پلیس برای بازجویی. نیما 37 ساله که خودش رو نگهبان خونه باغ معرفی کرده بوده، الان توی اداره پلیس و داره ازش بازجویی میشه. نیما میگه که من الان 2 سالی میشه که نگهبان این خونه باغم. داره دروغ میگه، صابخونه من یک آدم دیگه یه، صاحب ملک یک کس دیگه یه و این اسلحه رو هم صاحب ملک به من داده، گفته اینجا تنها زندگی میکنی، اگه یه شبی یه وقتی یه اتفاقی افتاد بتونی از خودت دفاع بکنی. اون شب من تو خونه باغ بودم، دیدم ساعت 9 شب 3 نفر اومدن تو، هول کردم، با هم درگیر شدن، با چاقو به هم ضربه زدن و من اسلحه رو درآوردم شلیک کردم، 3 تا از تیرام خورد به در و دیوار و بقیهش هم خورده به اینا. اما خب جالبه بدونید که این آدم توی بازجویی های بعدی خیلی سریع حرفاشو عوض میکنه. میگه که من کلت رو از اینهایی که به هم حمله کرده بودن گرفتم. اینا وقتی اومدن تو با کلت منو تهدید کردن و توی یک زد و خورد من تونستم کلت رو از اونها بگیرم. همین حرفای زد و نقیز باعث میشه که پلیس بیشتر به نیما مشکوک بشه و بره سوابقش رو هم چک بکنه. متوجه میشن که نیما قبلا هم به خاطر سرقت مسلحانه دستگیر شده بوده و الان تازه 4 ماهه که آزاد شده. پس ادعای این که من الان 2 سال نگهبان این خونه باغم کاملا دروغه. تو همین گیرودار که نیما هم در اختیار پلیس بوده، یه مرد افغان میاد پیش پلیس و میگه که من از نیما شکایت دارم. میگه که نیما به همراه یکی از دوستا چند وقت پیشتر منو دزدید، منو انداخته بود توی صندوق عقب ماشینش و از من میخواست تا کلید انبار صابکارم رو بهش بدم تا بره از اونجا دزدی بکنه. بعد هم انقدر من رو تهدید کرده بودن و گفته بودن که میکشیمت که من اصلا جرئت نداشتم بیام شکایت بکنم. حالا که فهمیدم نیما رو بازداشت کردین تازه اومدم ازش شکایت بکنم. خب این ادعای جدید هم میاد روی دروغ بودن گفته های قبلی نیما و توی همین حین برادر نیما هم میاد پیش پلیس و یه اظهار نظر عجیبی میکنه. میگه که من الان یک مدتی یک رازی رو توی دلم دارم و الان اومدم اون رو به شما بگم. نیما برادرم یک دختر جوانی رو کشته و اون رو سر به نیست کرده. وقتی که از نیما میپرسن که برادرت اومده یه همچین حرفی زده، تو چی میگی؟ میگه که من هیچ وقت هیچ قتلی رو مرتکب نشدم. برادرم معتاد شیشه است، توهم زده و به خاطر این توهمش اومده این حرفا رو زده. همونطور که میبینین توی این پرونده حرفای زد و نقیز زیاده، اطلاعات زیاده. به خاطر همین پرونده از بهمن 1400 تا همین امسال و چند وقت پیش در دست تحقیق بوده. تازه تحقیقات پرونده تموم شده و اون رو فرستادن دادگاه. دادگاه تاکید کرده به پلیس که باید تعوتوی این ادعای قاتل بودن نیما رو هم در بیاری و هنوز پرونده به مرحله محاکمه نرسیده. اگه محاکمه انجام بشه و خبر جدیدی به دست ما برسه حتما اون رو به شما هم منتقل میکنیم تا ببینیم آخر عاقبت این نیما چی میشه. خبر سوم و آخری که میخوام بهش بپردازم مربوط میشه به مهر 1400. توی مهر ماه اون سال مردم عابر میبینن که یک مردی خونی و مالی افتاده گوشه خیابون و مرده. زنگ میزنن پلیس میاد. پلیس تو همون مرحله اول جسد رو منتقل میکنه به پزشکی قانونی و میبینه که جایی که این جنایت اتفاق افتاده دوربین مدار بسته هست. دوربین ها رو چک میکنن و متوجه میشن که 11 شب گذشته یک موتورسیکلت میاد، این آدمی که الان ضربه خورده و جسدی که اسمش مراد بوده کنار خیابون وایساده. موتورسیکلت 2 تا راکب داره. نفر دوم و کسی که تو ترک موتور سوار بوده پیاده میشه، مراد رو با چاقو میزنه، سوار موتور میشن و میرن. پلاک موتور توی دوربین‌های مداربسته کاملا مشخص بوده. میرن راکب موتورسیکلت رو پیدا میکنن و اون آدم که دیگه راه فراری نداشته میگه که من هیچ کاره بودم. اون روز فرشاد که عقب من سوار شده بود به من گفتش که بیا بریم من جا قرار دارم. رفتیم، فرشاد پیاده شد، با آدمی که اونجا وایساده بود چاقو زد و من بهش گفتم که چرا این کارو کردی؟
به هم گفتش که میخواستم یه ذره ادبش بکنم، این آدم رو من میشناسم با زنش بد رفتاری میکنه، ولی وقتی که پیاده شدم خون جلوی چشمو گرفت و با چاقو به ضربه زدم. با این حرفایی که پلیس شنیده بوده میره فرشاد رو پیدا میکنه، دستگیرش میکنن و وقتی که فرشاد رو میارن توی اتاق بازجویی ازش بازجویی میکنن، فرشاد خیلی زود به جرمش اعتراف میکنه. میگه آدمی که من با چاقو زدم اسمش مراده و یک همسری داره به اسم بیتا. بیتا که 38 سالشه توی ازدواج اولش جدا شده بود و بعد از اینکه طلاق گرفته بود من باهاش وارد رابطه شده بودم. فامیلمونم بود، آشنامون بود. من یه مدت زیادی با بیتا ارتباط داشتم تا اینکه وسطای رابطه ما این مراد اومد خواستگاریش. 20 سالم از بیتا بزرگتر بود اما بیتا بهش جواب بله رو داد و رفتن. الان یه 8 سالی میشه که از ازدواج اینها میگذره اما من رابطم رو با بیتا حفظ کرده بودم. توی اینستاگرام به هم پیغام میدادیم، تلفنی با هم حرف میزدیم و توی این 8 سال بیتا همیشه از دست مراد ناراحت بود. میگفتش که من رو کتک میزنه، منو اذیت میکنه. من یه روز خوشم توی این ازدواجمون نداشتم. انقدر به من گفتش که مراد منو اذیت میکنه، منو کتک میزنه، که دیگه من خونم به جوش اومده بود. باید این آدم رو ادب میکردم، باید یه درسی بهش میدادم. به خاطر همین اون شب بهش قرار گذاشتم که بیاد فلانجا، خودمم سوار موتور دوستم شدم رفتیم اونجا. نمیخواستم با چاقو بزنمش، میخواستم تهدیدش بکنم، دعواش بکنم، ادبش بکنم، اما اون لحظه خون جلوی چشمو گرفت، با چاقو زدم بهش و فرار کردم. فرشاد میگه که وقتی که بیتا جدا شده بود از همسر اولش، معیارهای ما خیلی شبیه به هم دیگه بود. من حتی خواستگاریش هم رفته بودم اما اون رو به هم نداده بودن. این که اون رو به من نداده بودن و داده بودنش به یک آدمی که 20 سال ازش بزرگتره، من رو بیشترم عصبانی میکرد. پرونده‌ای که براتون تعریف کردم تا همینجا پیش رفته. فرشاد در اختیار پلیس و هنوز تحقیقات پلیس تکمیل نشده که پرونده رو به دادگاه بفرستن. اگر خبر جدیدی از این ماجرا هم منتشر بشه حتما اون رو به شما اطلاع میدیم. یه پنجشنبه دیگه‌ای بود، با همدیگه صفحه حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها رو مرور کردیم و من خوشحال میشم اگر شما هم در طول هفته اخباری رو مطالعه می‌کنید که از نظرتون جذابه، به ما اون رو بگید تا اون رو هم توی ویدیوهامون استفاده بکنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.